Эмомали Раҳмон зимни паёми солонааш ба вакилони парлумон тафтиши зиёди корхонаҳо аз тарафи мақомоти гуногунро танқид кард ва гуфт ки این تفتیشات مانع کاری صاحب کاران می شوند. ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحب کاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحب کاران استحصالی با استثناء سنجش های نقشوی مقامات انداز پروکوراتور جنرالی پلاته حساب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و بانک ملی در دوامی دو سال میماده مراتار اعلان کرده شود. در پیامی بیش از نیم ساعتیش امام علی رحمان از سیاست خارجی تاجیکستان، تهدیدهای امنیتی و از اقتصادی و اجتماعی صحبت کرد. ناامنی در افغانستان را یک خطر برای امنیتی تاجیکستان نامید و گفت پاسبانی مرز با کشوری همسایه باید مستحکم تر صورت گیرد. خطرهای زمان معاصر وضعیت در خاور میانه بخصوص وضع افغانستان همسایه ما را وادار می‌سازند که به مسئله تأمین امنیت دقت اولین درجه دهیم. بخصوص در قلمرو این کشور پیدا شدن تروریستان به نام دولت اسلامی که بعضی شهروندان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل نیست با آن شاملند وضع را باز هم نارام نموده با ایسی تشویش دولت‌های همسایه گردیده است. رئیس جمهوری تاجیکستان لغو محدودیت برق را یک پیشرفت مهم نامید و از مردم خواست که نیروی برق را صرفه‌جویانه استفاده کنند. تیر ماه امسال مقامات اعلان کردند که بعد دو دهه مردم در فصل سرما دیگر از نیروی برق محروم نمی‌شوند و 24 ساعت خانه‌هایشان با روشنایی تأمین می‌شود. امام علی رحمان که 25 سال رئیس جمهوری تاجیکستان است، هر سال با ارائه پیام سالانه درباره مشکلات و پیشرفت های کشور صحبت می کند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی اصلاحات صورت می گیرد، اما در عموم وضع و زندگی مردم کم تغییر یافته است.